بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر برنامه هشتگ دین از طریق شبکه قرآن و معارف سیما همراه ما هستید. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم و بنا داریم انشاءالله در این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو طبق نظر مرجع تقلید خودتون پاسخ بدیم. انشاءالله ما رو همراهی بفرمایید. خب دوستان عزیز بیننده، سوالاتی که از طریق شماره تلفن همراهی که برای شما زیرنویس میشه در طول برنامه به دست ما رسیده و انشالله یک به یک به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. سوال پرسیدن: با توجه به اینکه موالات در غسل واجب نیست، فاصله بین شستن اعضای غسل چقدر باشه که مشکلی نداره؟ و در ادامه گفتن مثلا چند ساعت فاصله صحیح هست؟ مرجع تقلید این بیننده بزرگوارمون مقام معظم رهبری هستند که جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی پاسخ میدن. طبق سوالی که مطرح شده، نسبت به موالات در غسل از شرایط صحت غسل رعایت موالات نیست، به این معنا که اگر کسی سر و گردن خودش را شست، بعد طرف راست بدن را شست، حالا مقداری معطل کرد، آب قطع شد، اصلا آبم قطع نشد، عمدن یه فاصله ای انداخت، بعد میخواد طرف چپ بدن را بشویه، این غسل صحیحه و مشکلی نداره. سوال کردن آیا زمان اینجا دخالت داره؟ حتی زمان هم دخالت نداره، یعنی هرچه طولانی باشه منظور از ساعت و لحظه و اینها نیست. یه مثالی بزنم تا بهتر روشن بشه. اگر خانمی لاک روی ناخناش بوده، لاک را برداشته، رفته غسل کرده، حالا بعد از یک روز دو روز متوجه میشه کنار ناخن‌ها هنوز لاک باقیه، متوجه نشده بود، اینجا میاد این لاک این مانع را برطرف میکنه، میره از همون قسمتی که مانع بوده غسل را کامل میکنه. اما دو تا نکته باید رعایت بشه. یک، نمازهایی که تو این مدت خونده چون غسل صحیح نبوده باید قضا بشه. دو، اگر این غسل غسل جنابت بوده که حالت عادی برای نماز وضو لازم نداشته، همون غسل کافی بوده، اما چون بین اعضا، حالا سر و گردن را شسته بوده، طرف راست را شسته بوده، طرف چپش مانع وجود داشته و غسلش کامل نبوده، این وسط خوابیده یا دستشویی رفته، وقتی غسل را کامل کرد برای اولین نماز بعدی باید وضوع هم بگیره. طبق نظر حضرت آیت الله خامنه ای در غسل اول سر و گردن، بعد به احتیاط واجب اول طرف راست بعد طرف چپ. ثمره این مسئله اینه که اگر مانع را در قسمت راست بدن دست راست دیدیم، میتونیم مانع را برطرف کنیم، همون قسمت را ولو تو آشپزخونه زیر آب بگیریم به نیت غسل. چون آقا بین طرف چپ و راست احتیاط دارن، این قابل رجوع به دیگر مراجعه. اگر رجوع بکنیم همینجا غسل ما درسته و مشکلی نداره. اما اگر رجوع نکنیم، باید علاوه بر این که این قسمت راست بدن را بعد از برطرف کردن مانع به نیت غسل شستیم، تمام طرف چپم شسته بشه. انشاءالله که موفق باشید. تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی که پاسخ این سوال رو دادن. مرجع تقلید این بیننده بزرگوارمون هم مقام معظم رهبری بود. اما سوال بعدی پرسیدن: اگر پشت سر بازیگر یا هنرپیشه معروفی صحبتی یا تمسخری بکنیم، غیبت محسوب میشود؟ ببینیم پاسخ رو. سوالی را مطرح کردن که اگر پشت سر هنرپیشه معروفی ما صحبتی بکنیم یا مسخره بکنیم، آیا مصداق غیبت قرار میگیره یا نه؟ اگر منظور از صحبت کردن عیب مخفی او را،
عیبی که برای مردم پوشیده است کسی نمیدانه، فقط شما اطلاع دارید بیان بکنید، این غیبت محسوب میشه، حرامه و طبق نظر حضرت آیت الله خامنه ای اگر مفسده ای نداره باید حلالیت هم بطلبید. اما اگر مسخره کردنه، مسخره کردن غیبت محسوب نمیشه، اما خود مسخره کردن دیگران جایز نیست، از باب اینکه مؤمنی را شما میخواهید مسخره بکنی، خود این عنوان مسخره کردن عنوانیه که اجازه نمیده شما بخواید دیگری را مسخره بکنید. حتی اگر طبق این مثال یا این بیان غیبت محسوب نمیشه، اما اجازه مسخره کردن دیگران را نداریم. پس در مواردی که عیب مخفی دیگران بیان میشه از باب غیبت اشکال داره. اگر عیب مخفی نیست، میخواد حالا ادای او را در بیاره، مسخرش بکنه، دیگران مثلا بخندن، این خود مسخره کردن جایز نیست و باید ترک بشه. خب تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی که زحمت کشیدن و پاسخ این سوال رو دادن. اما سوال بعدی مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی. ایشون پرسیدن که آیا هدایایی که زوجین در دوران نامزدی و عقد پیش از تشکیل زندگی به یکدیگر میدهند پس از جدایی قابل مطالبه است؟ ببینیم پاسخ رو. هدایایی که افراد به هم دیگه میدند بعد از اینکه هدیه گیرنده اون رو تحویل گرفت مالک اون میشه و میتونه تو اون تصرف بکنه، منتها اگر هدیه دهنده بخواد میتونه اون رو پس بگیره، مگر در صورتهایی که عرض میکنم. صورت اول اینه که هدیه دهنده و هدیه گیرنده با هم نسبت نسبی داشته باشن، مثلا برادرش باشه، خواهرش باشه، پسرموش باشه. صورت دوم اینه که همسرش باشه، شوهرش، خانومشه، با هم نسبت دارن، نسبت زن و شوهری. صورت سوم اینه که شخصی که هدیه رو گرفته تصرفی در این هدیه بکنه که عرفاً این تصرف چشمگیره و اون رو تغییر قابل اعتنا داده، مثلا زمین رو گرفته و این زمین رو توی ساختمون ساخته. صورت چهارم اینه که این هدیه معوضه باشه، یعنی در مقابلی که دیگری به او هدیه داده است این هم به او هدیه میدهد، در مقابل هم این میگه شما اینو به من هدیه بده، منم اینو به شما هدیه دادم. تو این چهار صورت هدیه قابل پس گرفتن نیست. بنابراین هدایایی که افراد به هم میدن تو این مورد سوال، اگر اینها قبل از دوران عقد باشه، در صورتی که در این هدیه تصرفی کرده که قابل اعتناست، تغییرش داده، عرفاً نمیگن همون هست، این دیگه قابل پس گرفتن نیست و یعنی نمیتونه اون رو پس بگیره. ممنونیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای جواهری که زحمت پاسخ این سوال رو کشیدن. همچنان با شما هستیم. اینجا هشتگ دین هست و پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. تشکر و سپاس فراوان از تک تک شما دوستان عزیز بیننده، خانم ها، آقایان محترم که برنامه هشتگ دین رو برای دیدن انتخاب کردید و ما در این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدیم. این بیننده بزرگوارمون گفتن که مرجع تقلید من حضرت آیت الله علوی گرگانی هست که جناب حجت الاسلام و المسلمین علوی قرار هست که پاسخ این سوال رو بدن. سوال چی هست؟ آیا فضله پرندگانی چون مرغ عشق و قناری که حرام گوشت هستن نجس است؟ ببینیم پاسخ رو. پرندگان همانند سایر حیوانات دو قسم هستن، قسمی از پرندگان حلال گوشت هستن و قسمی حرام گوشت. راه تشخیص پرندگان حلال گوشت از حرام گوشت به این استش که پرنده حلال گوشت
دارای چینه‌دان یا سنگدان هست و بال زدنش بیشتر از صاف نگه داشتن بالها هست، یعنی بال زیاد میزنن. اینها علامت حلال گوش بودن پرنده است. حالا اگر پرنده حرام گوش باشد، آیا فضله اونها هم نجس هست یا خیر؟ در این زمینه بین فقها و بزرگان اختلاف نظر هست. نظر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی این هست که بنابر احتیاط واجب، فضله پرندگان حرام گوش هم نجس می باشد. ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما. بریم سراغ سوال بعدی که بیننده عزیزمون برای ما ارسال کردن. سوالشون چی هست؟ پرسیدن که اگر مهریه در عقد موقت 14 سکه بهار آزادی به طرح قدیم به علاوه 14 گل باشد، اما گلها جنس و نوعش مشخص نباشد و در بازار هم قیمت هر شاخه گل بسیار متفاوت باشد، این مهریه مهریه مجهول است؟ ایشون گفتن که مرجع تقلید من حضرت آیت الله مکارم شیرازی است. پاسخ رو ببینیم توسط جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علیان نشد. با توجه به اینکه رکن و اساس مهریه همون 14 سکه بهار آزادی طرح قدیم هستش و 14 شاخه گل تبع و فر محسوب میشه و بیشتر جنبه تشریفاتی داره، مجهول بودن اون ضرری به عقد نمیزنه. البته شوهر لازمه که علاوه بر 14 سکه بهار آزادی طرح قدیم 14 شاخه گل از نوع ارزان ترینش رو هم تهیه کنه و به همسرش بده. بسیار خوب، خیلی ممنونم از دوستان عزیز بینندهی که سوالات شرعی احکام خودشون رو برای ما ارسال میکنم و ما هم بر اساس تکلیف و وظیفه سوالات شما رو جواب میدیم. منتظر باشید، در ادامه در کنار شما هستیم. خیلی ممنونم از همراهی و همدلی شما. بریم سراغ سوالاتی که از طریق شماره تلفن همراهی که زیر نویس میشه برای ما ارسال شده و ما هم طبق معمول در روزهای پنجشنبه و جمعه سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدیم. سوال بعدی چی هست؟ پرسیدن که آیا بر شنونده غیبت واجب است که به یاری فرد غیبت شده برخیزد و از او دفاع نماید و آن غیبت را از او دفع کند؟ مرجع تقلید این بیننده بزرگوارمون حضرت آیت الله نوری حمیدانی است. ببینیم پاسخ رو. غیبت یک امر حرامی است و دارای عوارض خاص خودش هم هست و یک امر بسیار بسیار بد و نامطلوبی است و به هر کیفیتی که هست انسان باید از این منکر جلوگیری بکنه و این فعل حرام رو مانع بشه. اگر در جلسه ای هستیم و کسی غیبت کسی رو در حال انجام دادنه، طبیعتاً باید مانع بشیم و نگذاریم این جلسه ادامه پیدا بکنه و آلوده به گناه بشه و یک فعل حرامی اتفاق بیفته. اگر میتونیم مانع بشیم مانع میشیم، اگر نمیتونیم از گوینده غیبت مانع بشیم دفاع میکنیم و رفع شبهه میکنیم برای شنوندگان یا برای اون کسی که در حال این غیبت هست و در غیر این صورت با ترک اون جلسه یا هر فعل دیگری که امکان انجامش هست باید مانع این امر حرام بشی. در صورتی که هیچ کدام از اینها امکانش نیست، یعنی شرایط شرایطی است که به هر کیفیتی به اجبار من باید در این جلسه حضور پیدا کنم، طبیعت کار اینه که از فرد غیبت شده باید رضایت بگیرم و استغفار کنم نسبت به شنیدن این فعل حرام.
چقدر خوب هست که شما بیننده های عزیز و گرانقدر سوالات شرعی و احکامتون رو با هشتگ دین در میون میگذارید و ما هم پاسخگوی سوالات شما هستیم. سوال بعدی که به دست ما رسیده، گفتن مرجع تقلید من حضرت آیت الله سیستانی هست. سوالشون چیه؟ پرسیدن مقصود از انعقاد نطفه در مسئله حرمت سقط جنین چیست؟ پاسخ رو با هم ببینیم. سوال به جایی است و عرض کنم خدمتون در جامعه ما مسئله سقط جنین الان مطرح هست و باید مسائلش رو روشن کرد و اطلاع داشته باشیم. به مجردی که منعقد میشه نطفه و رشد خودش رو شروع میکنه، این به نظر حضرت آیت الله سیستانی این است که این موجود ایجاد شده است و محترمه و از بین بردنش در هر مرحله باشد، به مجردی که منعقد شد دیگه نمیشه اینو از بین برد، پس بنابراین حرامه و همون موقعی که منعقد میشه، به مجردی که منعقد شد، این دیگه از بین بردنش حرامه و جایز نیست. ممنونم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز بیننده که این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید و مقید به مسائل شرعی و احکامتون هستید و به دنبال سوالات شرعی خودتون. بریم سراغ سوال بعدی که این بیننده بزرگوارمون برای ما نوشتن. از حضرت آیت الله سیستانی من تقلید میکنم. پرسیدن که بعضی از مردم وسائلی همانند سماور یا ظروف آشپزخانه رو برای مسجد نذر میکنند که مسجد نیازی به آنها ندارد، آیا میتوان آنها را فروخت و صرف مسجد کرد؟ جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمودی پاسخ میدن. فرهنگ جالبیه که مؤمنین و مردم برای کارهای خیر خودشون دست به کار میشن و جنسایی رو برای مساجد، برای حسینیه ها، برای مراکز خدماتی. این کار جالبیه، اما اگر این که مسجدی نیاز نداشته باشه، جنسی که برای مسجد اختصاص پیدا کرده، حالا چه وقف باشد چه اختصاص داده باشن که برای این مسجد باید مورد استفاده قرار بگیره، تا ابد مال مسجد است و نمیشه از این مسجد خارج کرد، مگر اینکه مسجد تا ابد بدانیم که نیازش نیست، میشه مشابهش به مسجد دیگر داد که اونا ازش استفاده بکنن، و اگر مسجد دیگه هم مورد نیازش نبود، در جاهای عام المنفعه مثل حسینیه به حسینیه بدن که ازش استفاده کنن. خب تشکر میکنم از اینکه همچنان با ما هستید و لحظات پایانی برنامه هشتگ دین رو ملاحظه میکنید، میبینید و سوالات شرعی خودتون رو پاسخش رو از اینجا دریافت میکنید. بریم سراغ سوال بعدی. پرسیدن که کسی که به اقتضای شغلش روی پوستش مانعی برای وضوع وجود دارد که برداشتن آن مشقت دارد، برای وضوع چه تکلیفی دارد؟ ایشون گفتن مرجع تقلید من حضرت آیت الله جوادی آمولی است که پاسخ این سوال رو با هم میبینیم و میشنویم. در این گونه مشاغل که در واقع یک موانعی روی دست و پوست قرار میگیره که اینها مانع از رسیدن آب به پوست بدن میشه و جز موانع وضوع هست یا غسل هست، باید تا مقداری که انسان بتونه اونو برطرف کنه، اون ذرات رو، حالا مثل رنگ یا گریس یا روغنی که بعضی از مشاغل مثل مکانیک روی دستشون بسیار مبتلا بهشون هست، اینو باید یا با وسایل شوینده یا اگر وسایلی هست و مثلا شوینده های جدیدی هست که اونا رو برطرف کنه، حتما باید تهیه کنن، حتی اگر یه مقدار برشون خرج داره. اما اگر با این همه یعنی تلاش و کوشش کردن و باز هم ذرات ریزی میمونه روی این پوست، اینجا چون به عسر و حرج میفتن و منظور اون از عسر و حرج شخصی هست، یعنی هر کس باید نسبت به خودش بسنجه، نسبت به پوست بدنش یا زمانش یا به هر حال اون دارایی‌های خودش، وقتی که به این حالت رسید با همون حالت، یعنی با همون ذراتی که روی بدن و پوست مانده وضو بگیرن، وضوشون صحیحه و حالت وضوی جبیره‌ای میگیره و مانعی ندارد.
خب دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، خانم ها، آقایان محترم، تشکر میکنم که امروز هم برنامه هشتگ دین رو ملاحظه فرمودید. امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. نگران نباشید، اگر در برنامه امروز نتونستیم سوال شما رو جواب بدیم، انشالله عمری باشه، در برنامه های بعدی حتما خدمتتون خواهیم بود و سوالاتی که از طریق شماره تلفن همراهی که در طول برنامه براتون زیرنویس شد، انشاءالله به حول قوه الهی پاسخگو خواهیم بود. با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، و از حضور شما مرخص میشیم. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.